درود بر همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان، این کلاهبرداری جدید رو لطفاً دارم در موردش صحبت میکنم، خیلی دقت کنید. و این جدیده دیگه، مثل اون نیستش که پاکت شما از طرف فلان شرکت فرستاده شده، نمیدونم پاکت شما به دست شما نرسیده، نمیدونم اینجور چیزا نیستش، بلکه یه مدل جدیده و خیلی هم خطرناکه. همین الان یکی از دوستان برای من فرستاد و واجب دونستم که با شما هم در میون بذارم. من یه خورده بزرگش میکنم که شما هم ببینید اینجا رو. اول اومدن این دو رو خط کشیدن، بعد نوشتن حسابش تو حساب شما 10857 یورو 86 سنت هستش. این بالا نوشته که مشکل حساب حل شده، رفت شده. اسم من الکساندرا یانسن هستش، من مشاور شخصی مشتری شما هستم، یا مشاور مشتری شخصی شما هستم. طبق اطلاعات ما هنوز به شما امکان دسترسی به حساب شخصی خود داده نشده. ما میخواییم بابت این موضوع از شما معذرت خواهی کنیم. با این حال ما تونستیم مشکل رو برطرف کنیم. شما الان میتونید با مانده حساب 10857 یورو 86 سنت به حساب خودتون دسترسی پیدا کنید. اینا رو این کارا رو میکنن، اینجوری پیام میدن با اینجور کارا و اطلاعات شما رو مینویسن کامل که بتونن طرف رو گول بزنن، یه جوری طرف طمع کنه و بیاد بره روی مثلا این لینکه کلیک کنه، یا اینجا بیاد روی این کلیک کنه و بره داخل ببینه مثلا ببینه چه خبر هستش و اینجور چیزا. به محض اینکه شما رفتید داخل، گوشیتون رو هک کنه یا کامپیوترتون رو هک کنه. حالا از کجا این ایمیل رو پیدا کرده؟ خیلی براشون راحت هستش، از طریق اپ هایی که شما در گوشی دارید که باهاش حالا به اوتو، آمازون، ایبی یا جاهای دیگه وصل هستید، یا توی فیسبوک هست باش هستید، یا اینستاگرام رو نصب کردید، میتونن دسترسی پیدا کنن و بیان و چنین پیامی به شما بدن تا بتونن گوشی شما رو هک کنن. حالا وقتی که گوشی شما هک میشه، با خودتون میگی خب گوشی من رو هک کنم، مگه چیکار میخوام بکنن؟ خب خیلی کارا میتونن، خیلی سوء استفاده ها میتونن انجام بدن. از طریق گوشی شما اگر هک بشن، اولین کاری که میکنن به دیگران از طریق کانتاکت شما، دفترچه تلفن شما پیام میدن و اونا رو هم هک میکنن. دومین چیز، میتونن حساب بانکی شما رو بلوکه کنن، پولاتون رو ازش بکشن بیرون. میتونن برن تو حسابای اوتو، ایبی، آمازون از طرف شما خرید کنن به آدرسی که خودشون میخوان، در یه جای دیگه، در کشور دیگه، حتی وسایلی که خریدن با حساب شما رو به اون آدرس تحویل بگیرن. خیلی کارهای دیگه میتونن بکنن. لطفاً اگر چنین پیامی جدیدن، الان دیگه از این پیام ها میدن، اگر چنین پیامی اومدش، به هیچ عنوان روی هیچ لینکی کلیک نکنید، هیچی رو نصب نکنید، توی هیچ صفحه‌ای نرید. چون شما با خودتو همیشه بگید آیا من توی حسابم اینقدر پول دارم؟ بس من هیچی ندارم. آیا من از جای وام گرفتم؟ اگر وام گرفتم زنگ میزنم و سوال میکنم، یا توی ایمیلم برای من پیام میاد، نه توی گوشی من به مسیج نرمال من، پیام شخصی نرمال من پیام بیاد و اینجور چیزا. لطفا چنین چیزایی را اصلا باز نکنید و به دیگران هم حتما اطلاع بدید، و اگر امکان داشت لینک این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید که اونا هم در جریان باشن و براشون خدای نکرده هیچ اتفاقی نیفته. روز خوبی داشته باشید، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.